علاقه‌مندان به عکاسی همه ساله بی‌صبرانه فرارسیدن رقابت بهترین عکس‌های حیات وحش رو انتظار می‌کشن تا ببینن کدوم تصویر عنوان بهترین عکس حیات وحش رو از آن خودش می‌کنه. عکاسی از حیات وحش علاوه بر اینکه مورد توجه طیف گسترده‌ای از علاقه‌مندان حرفه‌ای و آماتور عکاسیه، مخاطبان بسیاری رو در بین مردم عادی به خودش اختصاص داده. این رشته از عکاسی به این دلیل که میتونه رسانه‌ای فراگیر، تاثیرگذار و قدرتمند باشه، طی سالیان اخیر به طور ویژه مورد توجه فعالان محیط زیست و دغدغه‌مندان این حوزه قرار گرفته. فارغ از اینکه شما به کدوم دسته از افراد یاد شده تعلق دارید، امیدواریم از تماشای تصاویر حیرت انگیز این ویدیو و کشف داستان شنیدنی این عکس ها لذت ببرید. جایزه سال 2019 این رقابت به عکسی با عنوان لحظه رسید که توسط یک عکاس چینی ثبت شده و تصویر فوق‌العاده یک موش خرما رو در کنار یک روباه نشون میده. در این ویدیو و ویدیوهای بعدی عکس های برتر این رقابت رو با هم مرور میکنیم. برای تماشای ادامه این ویدیو و ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. عکس اول این رقابت لحظه نام داره. روباه تبتی مادر که برای سیر کردن سه توله روباه خودش به شکار رفته، یک موش خرمای هیمالیایی رو که به تازگی از خواب زمستانی بیدار شده، غافلگیر میکنه. عکاس چینی لحظه حمله ور شدن روباه و عکس العمل برق‌آسای موش خرما رو ثبت کرده. قدرت در دندانهای تیز شکارچی و وحشت در صورت شکار نمایانه و میشه به وضوح جدال نابرابر مرگ و زندگی رو در چهره هاشون مشاهده کرد. عکس دوم صف زنبوری نام داره. در آستانه غروب آفتاب زنبورها در کنار دریاچه مشغول پرواز هستند. اما از بخت بلند عکاس این پنج زنبور روی ساقه یک گیاه آرام گرفتن. این زنبورهای تنها که احتمالاً نر هستند، در حالی برای استراحت اتراق کردند که زنبورهای ماده در کندوی گرم و نرم مجاور استراحت می‌کنند. موجودات خونسردی مثل زنبور که گرمای بدنشون از حرارت خورشید تأمین میشه، شب‌ها یا حین شرایط بد آب و هوایی توانایی پرواز ندارند و ناچارن استراحت کنند. بنابراین با آرواره‌های اره‌مانند قدرتمندشون ساقه رو محکم می‌گیرن و به بالهاشون استراحت میدن. سپس بدنهای کوچیکشون رو جمع و شاخکهاشون رو خم میکنن و کم کم خوابشون میبره و منتظر طلوع خورشید روز بعد میمونن. عکس سوم سرزمین عقاب نام داره. عکاس نروژی این شاخه درخت رو با دقت هرچه تمامتر اینجا قرار داده بود به امید اینکه بتونه از اون برای عکاسی از عقاب طلایی استفاده کنه. اون یک دوربین طلایی روی شاخه نصب کرد و گاه گاهی لاشه حیوانات کشته شده در جاده رو در نزدیکی اون قرار میداد. طی 3 سال گذشته این عقاب طلایی به تدریج به این شاخه اعتماد کرد و زمان بیشتری روی اون می نشست تا قلمرو ساحلی خودش رو دیدبانی کنه. سرانجام این عکس فوق‌العاده ثبت شد. عقاب در حال فرود اومدنه و چنگال‌های قدرتمندش بیرون زده. عکس چهارم دریچه خوشبختیه. یک راکون از داخل حفره ایجاد شده در شیشه یک خودروی متروک به بیرون سرک کشیده و اطراف رو تماشا میکنه و به عکاس این فرصت رو داده تا عکس اون رو در هنگام گرگومیش شکار کنه. حفره ایجاد شده در شیشه فقط اجازه عبور راکون رو میده و اینقدر بزرگ نیست که شکارچیانی مثل کایوت وارد اون بشن. همین موضوع صندلی عقب خودرو رو به لونه‌ای گرم و نرم برای راکون و پنج بچه کوچیکش تبدیل کرده. به محض غروب آفتاب این راکون مادرلانش رو ترک میکنه تا تمام طول شب برای سیر کردن شکم خودش و بچه هاش به دنبال غذا بگرده. تصویر بعدی پورتری از یک مادره. عکاس این تصویر میگه هیچ چیز هیجان انگیزتر از چشم در چشم شدن با یک پومای وحشی نیست. تعقیب و رصد یک پوما یوز پلنگ آمریکایی مستلزم حمل تجهیزات سنگین در بدترین شرایط آب و هوایی مثل تندبادهای سهمگین و سرمای استخوانسوزه. سرانجام با تلاش فراوان تونست احترام و اعتماد پومای مادر رو جلب کنه و عکس این خانواده رو ثبت کنه. پوماها سراسر عمرشون این بازیگوشی کودکانه رو حفظ میکنن. طول پوماها با هم دعوا میکنن و با کمک این بازیها مهارت‌های مهم زندگی مثل شکار، جنگیدن و گریختن رو یاد میگیرن.
عکس بعدی نوشیدنی خنک نام داره. با وجود سرمای شدید منفی 20 درجه سانتیگراد، عکاس آمریکایی ساعت‌ها محو تماشای نوک زدن نوبتی تیت‌های دمدراز به این قندیل یخی میشه. چیزی که خودمون تشبیه به تمرین رقص میکنه. واضحه که به دلیل حرکت سریع این پرندگان و انگشت‌های یخ زده عکاس، ثبت تصویر چه کار دشواری بوده. این پرندگان زیبا برای تامین آب مورد نیازشون ناچارن در زمستان‌های سرد و برفی منطقه از برف و یخ استفاده کنن. تصویر آخر این ویدیو فرود برفی نام داره. تصویر یک عقاب تاس که با بالهای افراشته و چشمانی که به قربانی خیره شدن روی رودخانه برفی فرود میاد. عکاس نزدیک به یک هفته از مخفیگاه خودش تمام حرکات این پرندگان رو زیر نظر داشت و قطعاً موقعیت سنجی خوبی داشته که شیرجه عقاب برای شکار ماهی سالمون از آب تقریباً یخ زده رودخانه رو با موفقیت ثبت کرده و این پورتری فوق‌العاده رو خلق کرده. در ویدئوی بعد به دیگر عکس‌های برتر حیات وحش می‌پردازیم.